نفر بر آمریکایی که قدرت نیروی زمینی ایران رو افزایش میده سلام دوستان خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال پارتیزان پلاس ما امروز اومدیم با یه برنامه دیگه از معرفی مهمترین سلاح ها و حوادث نظامی دنیا تا اونا رو برای شما بررسی کنیم برنامه امروز ما در مورد ویژگی های نفر برای آمریکای برادلی و ارزش به غنیمت گرفتنش توسط روسی است که در صورت ارسال به ایران کمک بزرگی به نیروی زمینی ارتش و سپاه میکنه قبل از شروع برنامه ازتون میخوام که ما رو لایک و سابسکرایب کنیم و با این کار به ما انرژی بدین اگر هم سوال یا درخواستی از همون دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگین برنامه ما شامل دو بخش میشه که در بخش اول مقدمه ای راجب برتلی و مشخصات اون رو میگیم خدمتتون و یه مقایسه کوتاهی با بی ام پی های روسی خواهیم داشت بعدش به احتمال ورود نفربر برتلی به ایران خواهیم پرداخت پس لطفا تا انتهای برنامه همراه ما باشین خب بدون فوت وقت بریم سراغ ابتدای برنامه نفربر بردلی خودروی جنگی پیاده نظام و یکی از مجهزترین زره پوشگ غربیه آمریکا هزینه تولید حدود 6500 دستگاه بردلی رو پرداخت کرده که بیش از یک سوم اونا دیگه توی ارتش و گارد ملی آمریکا استفاده نمیشن برادی با وزن بیش از سی تون با توجه به مدلش میتونه یه تیم متشکل از 6 یا هفت سرباز رو حمل کنه این خود رو از یه بدنه آلمینیومی تشکیل شده که نقاط حساسش با یه زره فولادی چند لایه و فاصله دار حمایت میشه این خودروی جنگی با استفاده از یه توپ 25 میلیمتری و مسلسل 762 میلیمتری میتونه به پیاده نظام و خودروهای زرهی سبک و همچنین با استفاده از پرتابگر موشک به تانک های دشمن از فاصله دور حمله کنه به طور خاص این نفر بر میتونه به موشک بی جی ام 71 تاو مجهز بشه که بردی بیش از 3 کیلومتر داره و میشه ازش برای حمله دقیق به سنگرهای مستحکم تیم های سنگین و کامیونهای تدارکات استفاده کرد نام برادلی به افتخار جنرال عمر برادلی که توی جنگ جهانی دوم حضور داشت انتخاب شده این خودروی زرهی سال 1981 رسما وارد ارتش آمریکا شده و تا به امروز در خط تولید قرار داشته در واقع برادلی برای انتقال نیروها و ارائه آتش پشتیبانی زده نفر و ضد زره تر شده از این رو میتونه نقش تهاجمی تری نسبت به خیلی از نفر برای زرهی سبک مثل ام 113 و ماردر که ناتو به اوکراین اهدا کرده ایفا کنه برادلی خود که جنگی اصلی محسوب نمیشه چون فاقد توپ بزرگ بوده و زرهش مقابل گلوله های تانک یا موشک های تانک قدرتمند مقاوم نیست اما با حضور تانک اصلی می اون رو یکی از بهترین گزینه های پشتیبانی در نظر گرفت با قیمت حدود 32 میلیون دلاری برای هر دستگاه تا سال 2000 برلی محصول ارزونی حساب نمیشه اما همونطور که گفته شد ارتش آمریکا هزینه ساخت 6500 دستگاه رو پرداخت کرده واحدای ارتش آمریکا قرار به زودی مدل جدید M2A4 بردی رو دریافت کنند که به پیشرانه و سامانه‌های تعلیق ارتقا یافته و همچنین بهبود قابلیت بقا و سامانه‌های دیجیتالی مجهز هستند. البته مدل M2A1 و M2A2 موجود توی انبارای ارتش آمریکا فاقد آبدیت های کلیدی قابلیت بقا هستند. و ممکنه پنتاگون قبل از اهدای اونا با صرف مقداری هزینه این تغییرات رو انجام بده آمریکا 168 اراده زرهپوش m 2 توی بردلی رو در اختیار اوکراین قرار داده و بر اساس آمار منتشر شده تاکنون حدود 70 اراده توی میدان نبرد منهدم شده آسیب دیده یا رها شدن و به دست ارتش روسیه رسید. خودرههای جنگی بمپ 2 که به طور گسترده توسط اوکراین و روسیه استفاده میشند 158 تن وزن دارند در شرایطی که وزن بردلی تقریبا دو برابر و حدود 33 تنه زره قوی تر برالدی از دلایل اصلی این تفاوته به عنوان نمونه زره جانبی و عقب خود جنگی بی ام پی نسبت به گلوله های مسلسل سنگین در صورت شلیک از فاصله نزدیک نفوذ پذیر هستند در شرایطی که برادلی از تمام زوایا در برابر چنین سلاحهایی محافظت شد علاوه بر این توپ 25 میلیمتری برادلی میتونه به راحتی زره جلوی خودروهای بی ام پی رو نابود کنه در شرایطی که سلاح سی میلیمتری بی پی برای انجام متقابل این کار با دشواری مواجهه برادلی طوری طراحی شده تا در برابر سلاحهای ضد تانک سبک هم مقاوم باشه همچنین این تانک اسکرای برتری به ویژه دوربین های حرارتی منفعل با قابلیت دید در شب و داره اما این ویژگی فقط توی تعداد کمی از نمونه های جدید BMP دیده شده زره قسمت زیرین بردلی برای مقاومت در برابر مین طراحی نشده در نتیجه با وجود زره سنگین توی قسمت بالایی نسبت به مین ها و بمبای دستساز آسیب پذیر. وزن مدلای اولیه بردی 27 تن بوده که توی مدلای بعدی به بیش از 30 تن افزایش پیدا کرده اگرچه وزن برالدی تا سالها افزایش پیدا کرده اما بیشترشون از یه پیشرانه یه دیزلی 500 اسب بخاری استفاده میکنن که میتونه بعضی اوقات باعث کمبود قدرت و فشار روی پیشرانه و سامانه تعلیق بشه حالا که تا اینجا یه برنامه اومدیم ازتون میخوام که ما رو لایک و سابسکرایب کنیم و با این کار به ما انرژی بدیم حالا بریم سراغ احتمال ورود برادلی به ایران اسفند سال 1402 بود که یه اراده از این نفر بر آمریکایی به دست نیروهای روسی افتاد و به نمایش گذاشته شد البته چند ماه قبلش هم چند اراده از این خودروی نظامی و البته خودروهای نظامی دیگه مثل هاسکی انگلیس مستر استرالیا و ساکسون انگلیس به غنیمت گرفته شده بودند. نکته مهمی که در مورد خود به غنیمت گرفته شده وجود داره اینه که بیشتر اونا کاملا سالم و بدون آسیب عقب برده شدن تا در صورت لزوم ازشون استفاده بشه همونطور که میدونین اوایل جنگ اوکراین دهها بار هواپیماهای ترابری ایران و روسیه از تهران به مسکو و بالعکس پرواز کردند و تسلیحات مورد نیاز دو طرف رو ارسال کردن البته هرگز به شکل رسمی جزئیات این تسلیحات یا تجهیزات اعلام نشد پیش بینی میشه روسیه برخی از تجهیزات به غنیمت گرفته شده که غربیا توی جنگ اوکراین مثل موشکای ضد تانک رو به تهران فرستاده تا سپاه با مهارت مهندسی معکوس نمونه ایرانی اونا رو تولید کنه در همین خصوص روزنامه انگلیسی آینیوس گزارشی که در اون نظر کارشناسای امنیتی و نظامی غربی رو آورده نوشته ایران توی پدیده مهندسی معکوس تخصص پیدا کرده و موشک های کروز، سلاح های ضد تانک و اجزای جتگ جنگندگی آمریکایی رو از این طریق دوباره سازی میکنه. به گفته که مقامات آمریکایی مهندسای ایرانی این روزها از فرصت خیلی بیشتری برای آزمایش مهارتشون برخوردارن. چون که روسیه به طور پیوسته سلاح‌های غربی که توی جنگ اوکراین به ایران ولای ویژه‌ای برای دستیابی به تسلیحات آمریکایی و بازآفرینی اونا داره برای مثال تهران با مهندسی معکوس موشک ضد تانک آمریکایی بی جی ام کتاب طوفان رو ساخت که اینک به یکی از تسلیحات اصلی نیروهای مسلح کشور و یه مدل صادراتی سودآور تبدیل شده نگرانی درباره توانایی ایران برای بازآفرینی فناوری‌های غربی احتمالا یکی از دلایل خودداری غرب از ارائه فناوری‌های نظامی پیشرفته به اوکراین و با این حساب کمک ویژه‌ای به ارتش روسیه به حساب میاد. آمریکا مخصوصا از فرستادن برخی از پیشرفت ترین تسلیحاتش به اوکراین خودداری کرده چون نگران افتادن اونا به دست نیروهای روسی فرستاده شدنشون به ایران و تولید مجدد اونا و در نهایت از بین رفتن برتری تکنولوژیک آمریکا است حالا اگه کنار تسلیحات موشکی غربی یه خودروی نظامی مثل بردلی به ایران ارسال شده باشه میتونه قدرت پشتیبانی نیروی زمینی ایران رو افزایش بده با توجه به برتری نسبی این تانک توی اوکراین وجودش کنار تانک های کرار یا زلفقار توانمندی دفاعی کشور رو موجب میشه به گفته رسانه انگلیسی همکاری روبرشت ایران و روسیه دردسر بزرگی برای غربه چون این دو کشور منابع و دانش خودشونو با همدیگه به اشتراک میذارن و در عین حال مورد حمایت شبکه گسترده ای هستن که شامل چین و کره شمالی هم میشه خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه همراه ما بودین امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین لطفا اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنین و با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدین اون زنگوله رو هم بزنین تا هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتیم جزو اولین نفراتی باشین که اونو میبینه اگر هم سوال یا درخواستی ازمون دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگین و اینکه تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارن. خدا نگهدار